سلام. در توهم ساختار سیاست و قدرت در قبال رویکردهای اخیر رئیس جمهور غنی، مخصوصا مبنی بر برگزاری جرگه مشورتی صلح، یک تناقض خیلی جدی در درون شکل گرفت و با تمام این تناقضها امروز رسما جرگه از جانب رئیس جمهور افتتاح شد و به کار خود آغاز کرد. نقطه خیلی جالبم در درون ازی بود. 50% شریک قدرت آقای غنی در حکومت وحدت ملی جرگه را تحریم کردند. رئیس شورای عالی صلح آقای خلیلی و معاون شورای عالی صلح هر دو خود را نسبت به می جرگه بیخبر دانستند و به او دلیل جرگه را تحریم کردند. آقای کرزای، رئیس جمهور پیشین و تعداد از بزرگای سیاسی در درون حکومت و بیرون از حکومت در جرگه حضور نیافتند. جرگه با مجموعی تناقضات از جانب رئیس جمهور افتتاح شد و استاد سیاف به عنوان رئیس جرگه از جانب آقای غنی نصب شد یا تعیین شد. حالا تناقض در درون جرگه و نسبت به عملکردهای اخیر رئیس جمهور غنی یک مقدار توهمات عجیبی را در افکار عام شکل داده که مسیر جنگ صلح افغانستان و مسیر آیندنگری حوزه سیاست در افغانستان به کدام سمت سوق داده خواهد شد و نتیجه یا برایند تصمیم جرگه و قضاوت آقای غنی یا رویکرد آقای غنی در قبال ازی چی خواهد بود. استاد سیاف نقطه خیلی جالب را در صحبت‌های ابتدایی خود بعد از نصبش در به عنوان رئیس شورای جرگه عالی مشورتی صلح گفت که نبود مجاهدین خیلی قیمت تمام میشه. این کلمات زمانی از جانب استاد سیاف مطرح شد که تعداد زیادی از مجاهدین جرگه را تحریم کرده بودند و در جرگه حضور نداشتند. حالا نبود یک قسمتی از مجاهدین و سیاستمدارا یا در حوزه سیاست افغانستان تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این جرگه به زعم آقای غنی وجود یک اقلیت است و آقای غنی گفت که ما به اکثریت یا به شما مردم احترام میگذاریم، تا اگر اقلیتی که به قول طرفدارای ارگ یا به قول طرفدارای رئیس جمهور یک اقلیت فاسد و منزوی شده در حوزه سیاست افغانستان است. این تناقض در درون و این ناهمگونی و عدم انسجام در مشوره هایی که بیشتر از جانب منتقدین رئیس جمهور فرمایشی و برای ابقای سیاسی آقای غنی در حوزه سیاست خوانده میشه، بالاخره مسیر سیاسی افغانستان را به کدام سمت میبره و نهایتاً بحث جنگ و صلح افغانستان و بحث ادامه مذاکرات با طالبا در یک جدال و بسکشی خیلی جدی در درون حوزه قدرت چی سمت و سوی را خواهد یافت و نتیجهش چقدر مردمی که هم حکومت هم اپوزیسیون هم طالبا از نام از اون استفاده میکنن سرنوشت از اینا چگونه رقم خواهد خورد. محور بحث امشب ما با جناب استاد عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین بلخ. خوش آمدید شما. پرسش نخست از صحبت های آقای غنی میخواییم شروع بکنیم. آقای غنی گفت که یک اقلیت خیلی اهمیت نداره که در این جرگه وجود داشته باشه و ما به مردم افغانستان احترام میگذاریم، برای شما احترام میگذاریم و قضاوت های شما محک خواهد زد آینده صلح و جنگ افغانستان را. دیدگاه شما در مورد خود جرگه و صحبت های اخیر آقای غنی؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. از شما سپاس میکنم از تلویزیونتان. ما زود میایم در سر دوی جرگه. شما میدونید که تمام اوضاع در کشور متشنج، ملتهب، پیچیده و غیر قابل قبول برای ملت افغانستان و برای سیاسیون، برای شخصیت‌ها، برای احزاب سیاسی، برای همه است. خب کسانی که حکومت رهبری میکنن و مدیریت میکنن فکر میکنن که همه چیز بر وفق مراد مردم پیش میره و اینا خوب مدیریت کردن، خدمت کردن. حالا که در تمام ابعاد که فکر بکنی این حکومت مطلق ناکام است، یعنی نسبی ناکام نه، مطلق ناکام است. یک بحث جدایی است که از حوصله برنامه شما شاید بیرون بده باشه که من با تفصیل میگفتم. یکی از این نادر گرفتن ها، ندانم ها و شفتی خود بودن ها، گویا که بسار میدانن و خوب کار میکنن، لوی جرگه هست. به اصطلاح لوی جرگه مشورتی. شما ببینید که آیا نتیجه که از لوی جرگه می برایه برای یک هفته رخصتی و مسدود بدن سرکا و شوراها
و با برنامه‌ای که بازدارنده میباشه برای کسب و کار و غریبی مردم. حتی دیروز ما شاهد بودیم که یک تفلک در راه شفاخانه که راه برش مسدود بود جان باخت. و این صدها میلیون که مصرف میشه و ممکن صدها میلیون دیگر مستور و پوشیده رشوه بتن به بعضی از اشتراک کننده ها که به نفع خودشان بوده باشه، آیا ارزشی را داره که ما یک آسیبی کلان برای منافع ملی برسانیم؟ این چند رخصتی و این مصرف ها کنش آسیبی برای بیت المال و برای منافع ملی ما. یک نقطه واضح هست که این جرگه مشورتی نمایشی است و برای خود از سلجوه نشان به رئیس جمهور و یکی ما برنامه سلجوه یا نداریم از پروسه سلح حمایت میکنه، ولی برعکس سلح را به چالش میکشه و ایر فرسایشی میسازه و ای برنامه را تار و میره دراز شده بود. به منظوری که وقتی که پروسه سلح گویا دوام بکنه، ما خود نتیجه سلح میخواییم، مردم نتیجه سلح میخواییم، باید ما مومد واقع میشیدیم، سلح حمایت باید میکردیم. ضرورت به این جرگی بسیار کلان فکر نکنم که بود. همه این مردم سلح میخواییم، وقتی که همه یکسان سلح میخواییم، جرگه دار کردن چی؟ این معنیش ایست که مردم ذهنیت بودن که بعضی از سیاست مدار نیست نمیدارن. مثلا بگن که سلح دوام بکنه، ادامه پیدا بکنه. در پالش اینا بهره برداری اصلیشان چی است؟ وقتی که سلح دوام میکنه تا نتیجه سلح، باید حکومت اینا هم دوام بکنه. انتخابات شما باور داشته باشین با این مدیریت رسوایی که وجود داره، انتخابات در جمعی جوز هم صورت نمیگیره. یک منطقه در پشتی جرگه داره، حداقل تعیین خطوط سرخ مبتنی بر افکار عامه یا نبض مردم نسبت به دستاوردهای 18 ساله با طالبا، چیزی را که آقای غنی در مورد شما میگه که هیچ برنامه نسبت به این در مذاکرات با طالبان نداره. برنامه ما بسیار واضح و مشخص بود، هم مدون است، هم ما در صحبت های خود در اعلامیه خود گفتیم که جمهوری اسلامی ارزش های موجوده، دستاورد 18 سال، آزادی بیان، حضور پررنگ زنها، اینا کلش موارد است که نه تنها خط سرخ اصلا قابل بحث نیست. وقتی که یک اجماع وجود داره که همه صلح میخواییم، صلح با عزت، همه میگیم از قانون اساسی حمایت میکنیم، از جمهوری اسلامی حمایت میکنیم، از نظام حمایت میکنیم، از دستاورده 18 سال حمایت میکنیم، پس این چالش حل کردن ها و این برنامه های نمایشی برای چی است؟ برای به چالش کشیدن پروسه صلح است، به دراز کردن پروسه صلح است. شما میبینید که در سطح بلند در مجموعه کشورهای بزرگ دنیا یک اجماع سیاسی به میان آمده. نشست واشنگتن، نشستی که چند جانبه به امارات متحده صورت گرفت، نشستی که در یه آخر به انگلستان در لندن صورت گرفت، حضور فرانسه، انگلستان، آلمان، ناروی، دنمارک، اتحادیه اروپا و شمول امریکا نشاندهنده است که یک اجماع سیاسی بزرگ وجود دارد. نشست دو روز قبل مسکو نشاندهنده است که یک اجماع وجود دارد، نشست سه جانبه چین، مسکو، البته امریکا. و نشست بعدی هم که رقم زدن که بعدا باید به چین صورت بگیره، یعنی دوامش هم معلوم است که جدی هستن. این حکومت ماست که موضوع رو به چالش میکشه. اونا هم همیشه میگه که با مالکیت افغان چی چیزه به عنوان چالش از دلی جرگه میتونه بیرون شه؟ قبلش نفهمیدم چی چیزه به عنوان چالش از دلی ای جرگه میتونه در برابر این روند به قبلش ما بیرون شه؟ یک، دراز کردن پروسه صلح. دو، تمدید حکومتشان که طالبان نمیخواد. اما اجنده جرگه نیست. خب اینا میخواین به نحوی اگر زمینه بهشان مساعد شد راه بندازن. اگر تنها هم در مورد صلح اینا بحث بکنن، تنها هم به مورد صلح، معنیش است که اینا پروسه را میخواین دراز بسازن و مدیریت و محوریت به دست بگیرن تا برای برنامه چالش زای اینا به اصطلاح خوبتر بتونه که جا بفته. وقتی که پروسه دوام کرد، دنیای بیرون که به افغانستان کمک میکنه اینا هم خسته میسازد، طالبا حکومت رد میکنه، شما میدانید تحتری که طالبا و ارگس آمدن است که مستقیم با اینا بنشینه، ولی در یک اجماع سیاسی با حضور شخصیت های ملی، احزاب سیاسی و چند نفری که از حکومت هم بوده باشه، یک جا اینا آمده بودن که بنشینن. در نشست مسکو ما تمام خطوط سرخ مشخص کرده بودیم، کسانی کجا رفته بودن و یک اعلامی بسیار خوبم که اما با قبل غنی تشخیصی خطوط از جانب یک اقلیت صورت گرفت تا مردم. خب فکر آقای غنی است که جز خودش دیگه کس نمیدانه. یک،
و در رأس قدرت باید بوده باشه، قدرت هم باید تمدید شود. امی که او را بگوید که سر قمندان جلالات ما رئیس جمهور و سر قمندانی اعلی، او شانه جکه می دیگم بر میکشه و طبیعی است که خود یک مقدار دیگم بزرگ بینی میکنند، خود بزرگ میبینند. ولی ما بسیار واضح میگم که رئیس جمهور و کسایی که در اطرافشان هست اصلا ریشه در جامعه اونا ندارند. ما چنان در عمق جامعه ریشه داریم که شوروی را ما شکست دادیم، تروریسم را ما شکست دادیم و در ساختار نظام 18 سال ما حضور بسیار گسترده و تمام داشتیم. ارگ طرفدارای ارگ و تلویحان چند بار رئیس جمهور این ریشه ها را خیلی کاذب عنوان کرد و گفت مثل ببرای کاغذی در درونشان خالی هستند و هیچ چیز هم ندارند در برابر. مثل که شوروی را آقای کرزی باشن با مدرد از آقای کرزی، مثل که شوروی را آقای غنی شکست داده، مثل که با تروریسم آقای غنی مبارزه کرده بود، مثل که امیال در نصف کابینه را آقای غنی انتخاب کرده. پس اگر ریشه ها پیش شما هست بخاطر شما چرا اقلیت میخواهیم حکومت کنه سر این ریشه هایی که خیلی گسترده؟ ما فقط یکی خوب بحرانی که بعد از انتخابات گندیدی 2014 به میان آمده بود، ما برای مسئولیت وطن تن دادیم به یک حکومت به نام وحدت ملی، یک حکومت برآمده از توافق طرفین، نه حکومت قانونی و قانونمند، نه حکومت مطابق با قانون. اول آقای رئیس جمهور بدانه که رئیس جمهور منتخب نیست، هیچ گام رئیس جمهور منتخب نگفتیم. حتی در روزی که مرا کرزی صاحب وعده ساخت که تبریکی برش برم، من رفتم گفتم حکومت وحدت ملی برتان مبارک، ریاستش به تو و ریاست اجراییش هم به دکتر صاحب عبدالله. هیچ وقت منتخب نگفتیم و منتخب هرگز شاید هم نگویم. این یک مصلحت بود برای منافع ملی کشور که ما در این فیصله تن داریم. اما دستور اینا را اگر ما محاسبه بکنیم، امی حکومت وحدت ملی غیر قانونی توافقی را تا امروز هیچ دستور نداره که ما من حیث یک کادر، من حیث یک زعیم، من حیث یک شخصیت تحصیل کرده بگم که این دستور داره دارم. شما ببینید که نظام انتخاباتی در 5 سال حکومت اینا اصلاح نشد، کمیسیون به خواست مردم در 5 سال حکومت اینا به میان نیامد. اما نصف مساوی شما هم بودین در حکومت آقای. ما عرض میکنم چون قانون در نوک قلم رئیس جمهور صلاحیت ها را داده و رئیس جمهور هم آنقدر انحصار طلب است، آنقدر شیفته قدرت است. شما ببینید تا دیریورهای کمیسیون انتخابات خود رئیس جمهور انتخاب کدام قانون در نوک قلم آقای غنی خب سرطن. قانون اساسی اگرچه حکومت توافقی است، طبعا وقتی که دوام میتن تمسک کنن باید با قانون. این قانون اما بیشتر گفتین که حکومت از دل قانون اساسی بیرون نشده. بازم تاکید میکنم حکومت از دل قانون اساسی بر نیامده، حکومت مطابق با قانون اساسی روح قانون نیست. اما یک حکومت مسئولیتی که به میان آمده مجبور هستن برای تطبیق اجرایی رو کارهای روزمره تمسک کنن با قانون. اما یک بالی حکومت که شما بودین چرا تک تک پارچه پارچه و کوفته کوفته شد و امروز با عنوان کلکششم در درون؟ مشکل ما همی بود که از دکتر صاحب عبدالله ما حمایت کردیم، تقریبا 4 میلیون رای آوردیم، بیش از 54% رای گرفتیم، برنده بودیم و از یا عقب نشینی کردن و گذاشتن که یک آدم پرتاب شده ولی بیریشه امر و نهی کل افغانستان را به دست بگیره، باید شریکش می بود چون حکومت توافقی بود. متاسفانه 50% قدرت که باید درست شریک می بودیم تنها کابینه تقسیم شد، از او پایین با معینت ها، ریاست های عمومی، ولایت ها، سفارت ها به هیچ کدامش سهم واقعی بیانانه مطابق به او فیصله و قطعنامه و موافقت نامه حکومت وحدت ملی عملی نشده، چون همش برمیگرده به مسئولیت بینی دکتر صاحب عبدالله متاسفانه. اما در یک قسمت آقای نور شما با آقای عبدالله پشت کردین و ریاست اجرایی را دور زدین رفتین با آقای غنی. نتیجه را که شما شعار داده بودین چی بود؟ به خاطر که دکتر صاحب عبدالله بسیار ضعیف برخورد کرد، حرکت کرد، حق متحدین ما گرفته نشد، حق مجاهدین ما گرفته نشد، سازمان سیاسی ما به حقش نرسید، اقوام مختلف که از این روان حمایت کرده من اطلاف به حقشان که نرسید. بله ما واضح و صریح با دکتر صاحب چند بار ملاقات کردم و بالاخره بهش گفتم که خدا حافظ دکتر صاحب، چون تو نمایندگی به شکلی که باید میکردی از مجمع ما نتانستی، پس من از خاطر تو دیگه بیرون هستم، در سیاست با تو نیستم. یک دو بله ما مستقیم وارد مذاکره شدم، خیلی پیش رفتیم، به توافق رسیدیم، هم از نظر حقوق ما در بخش سفارت ها و ولایت ها، ریاست های عمومی، ریاست عمومی ما ارگان های مال،
اصلاحات اداری 6-7 تا بلکه 7-8 تا ریاست های عمومی را ما نیایی ساخته بودیم. از سه نماینده استر محکمه که تا هنوز معرفی نشده ایره ما نیایی ساخته بودیم، همیشه به توافق رسیدیم. خامش آمده شده بود، توافق نیایی شده بود. متاسفانه فکر میکنم با مداخله بعضی سفارت ها و مراجعه دکتر صاحب عبدالله که طرف حکومت ولایت ملی رئیس جمهور و رئیس اجراییه است، اینا خراب کردن. یک، و رئیس جمهور هم طبیعتش برای عهد شکنی است. اما گفته سیاستمدار چند قرن قبل مکول که او میگه اگر تو امروز پروتکل کردی یک مورد را که نیاز بود، فردا اگر نیاز نداشتی پروتکل میتونه بشکنانی. دو مورد آقای نور، یکی شما آقای غنی کار کرد، دو مورد، یکی که شما به دلیل ضعف آقای عبدالله نسبت به احقاق حق شما آقای عبدالله را دور زدین، مستقیم رفتین با آقای غنی، برایندش صفر و هیچ چیز هم به دست نآوردین. آیا از این مذاکرات پشیمان هستین و ضرر کردین؟ یک. دوم، اگر آقای عبدالله به حد ضعیف بود که شما بگوین با او خداحافظ، چرا در انتخابات پیش روی از آقای عبدالله جمعیت حمایت کرد؟ اول خیلی بگویم که من از تصمیم این پشیمان نیستم. یک، دکتر عبدالله ما دور نزدیم، دور با برنامه و پلیسی های زیرکانی فریب کارانه صورت میگیره. من مستقیم نمایندگی او را از تیم خود گرفتم، گفتم که دیگر نماینده ما نیستیم و مستقیم و علنی با رئیس جمهور مذاکره کردم. از مذاکره خوش هستم که نتیجه چی بود. ما به توافق زیاد رسیدیم. رئیس جمهور آمده شد که تمام شرایط ما را بپذیره و عملی بکنه، ولی کسایی بود که خراب کردن با شمولی دکتر صاحب الله و بعضی سفارت ها. و خوش به هستم که ولو که عملی هم نشد، یک قسمت عملی شده. سفارت ها کیا بود؟ یک تعداد سفارت ها اینا عملی شده، مثلا یک تعداد ولایت ها و یک تعداد شوکی ها، یک تعداد کنسولگری ها، بخش های مختلف عملی شد. عملا این سفارت ها کی بود که اگر نام میگیرم دراز می باشه، سفارت تاجیکستان بود، سفارت قزاقستان، سفارت بنگلادش، سفارت اوکراین، سفارت های زیادی است که عملی شده. علی شما نه نه این سفارت گرفته، شما گفتید یک سری سفارت خانه مداخله کردن خراب کردن. این سفارت خانه بعد از ایش کیا بود؟ این سفارت خانه گفتم که بعد از سفارت خانه کشورایی که مداخله کردن. خب نه، اخلاقا نامشون رو بگیرم. شما میدونید که بعضی کشورایی هست که نفوذ زیادتر با حکومت داره. برای مثلا میگم که من راضی هستم از مذاکرات ما با رئیس جمهور. حداقل مستقل بودن ما و مستقیم وارد شدن ما به مذاکره که من یک طرف ما رئیس جمهور ما را پذیرفته بود تثبیت شد، یک، و وعده خلافی و خلاف رفتاری رئیس جمهور ثابت شد، دو، که بسیار واضح بود و واضح شد که ذهن مردم هم باز شد. حمایت از دکتر عبدالله که جمعیت کرد، کدام جمعیت؟ جمعیتی که رئیس جمعیت سلامی خان ربانی را من حیث فرزند ارشد رئیس رهبری شهید ما پدری من همیشه گفتیم احترامش داریم و احترام هم خود کردیم، اینا برای دو ماه در حزب ما سرپرست بود، ولی روی مشکلات هایی که بود ما دوام دادیم. ولی جمعیت اعضای رهبری داره. آقای صلاح‌الدین ابونی چی کار است در جمعیت؟ سرپرست از گفتم که برای دو ماه بود، ولی ما تحملش کردیم تا این دم. یک نفر نمیتونه که از جانب جمعیت برای یک کسی حمایت بکنه و آدرس شبانه یک حزب قدرتمند. پس اگر برخلاف نبض شما حرکت کرده چرا هست در رهبری جمعیت؟ ما در رابطه مذاکره خود کردیم با اعضای رهبری، با شخصیت ها و چهره های ستون های اصلی جمعیت که چی باید بکنیم که جمعیت ریفرم شوه، جمعیت از وضعیت بیرون شوه و در جمعیت همگی حق رأی داشته باشه، حق نظر داشته باشه، دیدگاه خودش شریک بسازه و جمعیت با رویش ها و میتود نوین آراسته بسازیم. احتمال یک حزب سیستماتیک جا افتاده و سازمان یافته تبدیل. احتمال هست آقای صلاح‌الدین ربانی هم هست داریم. میتونه که مردم برش رأی بده، مشروعیت خود از اون طریق بگیره، ما هیچ گپی نداریم. اگر رأی گرفت باز از آقای عبدالله حمایت میکنیم؟ باز وقت بله. بله. اگر صلاح‌الدین خان از کنگره رأی بگیره و صلاح‌الدین خان با مشوره اعضای رهبری از آقای دکتر عبدالله حمایت بکنه، ما هم حمایت خود کردیم در صورت. اما آل یک فرد رفته حمایت کردن. این طرف شما ببینین جمعیت دو معاون دارن. آقای نقیبی یکی از خانواده بزرگ جمعیت، از قوم علوکوزی، قوم شریف علوکوزی، از خندار، لوی خندار، خود شما تحصیلاتش میدانید. یک، احمد یا مسعود با پسوند مسعود برادر قهرمان ملی دیگه معاونش است. ما از یک سمت منیس رئیس اجرایی هستم. امیر صاحب اسماعیل خان یکی از ستون جهاد در غرب و در سطح افغانستان مطرح است، یکی از عضو رهبری شورای عالی است،
اما قسم عبدالستار مراد از شمالی، استاد شاداب، واقف حکیمی، عزیزان دیگی، فقیری صاحب فوت کرد، مارشال صاحب فوت کرد، اینا اعضای اصلی شورای رهبری جمعیت هستند به قلم رهبری شهید. این اعضای دیگر که ما خودم برش احترام داریم و تاییدم میکنیم، اینا موقت هستند، موقتی هستند تا زمانی دایر شدن کنگره که ما حداقل یک قدم باید پیش میرفتیم. ما کنگره را دایر میکردیم. دلهرگی و ترسی که بعضی کسا داشت که رأی گرفتن نمیتونستن یا از برایند نتیجی که از کنگره میبرند تشویق داشتن آمدن نشدن کنگره دایر شد. یعنی جمعیت کسانی هستند که ستونهای اصلی و پارچه های بزرگ جمعیت تشکیل میدن. به شکل نام گرفتن، به شمول قانونی صاحب، به شمول بسم الله خان، به شمول امان‌الله خان گذر از شمالی، یک از فرماندهان مشهور جناب خان عمو قاسم، خدا رحمت کند دکتر صاحب ابراهیم غوره که شهید فوت کرد. بس ما در این وسطی است دو مسئله پیش میاد. یک مسئله قضاوت مردم از روی کارت‌های خیلی آشکار در برابر قانون اساسی افغانستان که به نام قانون اساسی افغانستان و به نام مردم علیه قانون و رأی مردم شکل میگیره حکومت افغانستان، و یکی بحث انزوا و در متن بودن حوزه سیاست. قبلا نسبت به آقای غنی قضاوت هایی بود که آقای غنی با حاشیه رانده شده، آقای غنی از متن کنار زده شده و آقای غنی ممکن است با عنوان یک موری سوخته در نظام سازی بعدی تعریف شود تا یک شخص فعال. اما این قضاوت ها با رویکردهای آقای غنی اخیرا نسبت به شما پیش برده میشه. ارک میگه که یک اقلیت فاسد طرفدارش، یک اقلیت منزوی و خیلی هم نقش نداره در قضای سیاسی افغانستان. قبلا شما نسبت به قانونی بودن و مشروعیت بودن حکومت افغانستان هشدارهای خیلی پیهم داده بودین، حرکت های سرخ و نارنجی و حرکت های دیگه که بیشتر به قبل شما متن از ریشه مردم میگیره. حالا اگر شعارهای بدون عمل باشه، چقدر ارک در برابر این مردم و در برابر ریشه هایی که شما میگین تمکین خواهد کرد؟ اول خویی را براتون میگم که اقلیت بریشه ارک و ارک نشینا هست. بزرگ امریکایی ها و خارجی ها اونو میجا حکومت میکنن. یک دو ای که اینا مطرح هستن چون در رأس قدرت و ثروت قرار دارن، کسی را پول رشوت میتن، کسی را چوکی رشوت سیاسی میتن، ولی با امتیازات و امکانات بیت المال ای بازی را میکنن. فاسد کسایی هستن که میلیون ها دلار را دزدی میکنن، فاسد کسایی هستن که قراردادها را به نام کمیسیون تدارکات خاص در قبض ارگ بودن بین خود تقسیم میکنن، فاسد کسایی هستند که میلیاردها افغانی مفقود است هنوز کسی حسابی نمیده، فاسد کسانی هست که پول خارجی را آوردن مصرف کردن و ایشان حسابی داده نمیشه، فاسد کسایی هستند که رشوه از پول بیت المال به کثیفترین انسان ها میتن. ما مردم های بارشه بودیم و هستیم، مردم های قانونمند هستیم. به خاطر که کشور ما منافع ملیش در خطر نیفته، ما این احترام کردیم، احترام میکنیم و به اصطلاح تحمل میکنیم، حوصله میکنیم و صبرانه پیش میریم. اینها هیچ کار قانونی نکردن. من نمیفهم که با کدام دستاورش اینا میتونن بنازن. شما حوصله کنین، گوش کنین. اینا در چیزی کم 5 سال حکومتشان تنها انتخابات پارلمان را انداختن نتونستن. 4 سال از وقت قانونیش گذشته. این مغز متفکر در 4 سال، در 5 سال حکومتش که 4 سال از وقت قانونی پارلمان گذشت انتخابات را انداختن نتانست، 1. کمیسیون اصلاح کردن نتانست، 2. نظام انتخاباتی را اصلاح کردن نتانست، 3. یک انتخابات گندیده‌تر از 2014 را انداختن به انتخابات پارلمانی که گندش تمام دنیا را به تکلیف ساخته. کجاش در این بنازم که کسی آمده انتخابات را انداخته و یک دستاورد است که 7 ماه نتیجه انتخابات هنوز معلوم نیست. این چی نوع مدیریت است؟ این کجای دستاورد است؟ 7 ماه اما رئیس جمهوری انتخابات بی پیش نخواند و افتتاح کرد پارلمان. واقعا بی پیشین است با این گندش، با این رسواییش، با این رسوایی ملیش که در سطح دنیا، در سطح بین الملل ما رسوا شدیم، شرمنده هستیم. با ما این میجه به می اتاق وزیرا ملل متحد مقامات بلندپایه دنیا آمدن مذاکره کردن، گفتم ما نگفتیم که انتخابات با این مدیریت غلط به رسوایی کشنده میشه. گفتن که راست میگین، عالی، رسوایی رو چه رقم جبران بکنیم. کدام دستاورد؟ جغرافیای زیاد دست دادیم. 100,000 تا هنوز ما شهید دادیم. همین دوری حکومت هم میگم.
بیش از 100 هزار از صفوف قوای مسلح فرار کرده. فقر میزان فقر بیش از 54% مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنه. نرخ بیکاری بلند رفته. مغزها جوانان ما از کشور فرار میکنه. فیاض گرامی، آیا جوان تحصیل کرده کشور بدانه که با آبهای یونان غرق میشه از کشور را ترک میکرد؟ به خاطر ترک کرد که در اینجا عدالت نیست، در اینجا باخساس نیست، در اینجا پرسان نیست، در اینجا کار وظیفه نیست، جای کار وجود نداره، امرار معاشت نمیتونه و در جنگ هم کشته میشه. رفت تا زنده بمانه و کار پیدا بکنه. کجای حکومت به دست می داشته باشه به دست آورد میمانه. فاصله بین حکومت و ملت به حد کافی که شما احساس میکنید فاصله وجود داره. فاصله بین حکومت و سیاسیون وجود داره. فاصله بین حکومت و احزاب سیاسی وجود داره. فاصله بین حکومت و شخصیت های ملی و چهره های ملی به شمول رئیس جمهور پیشین ما وجود داره. کجای حکومت دست آورد داره؟ کجای با ریشه میمانه؟ کدام ریشه؟ امیر ریشه که یک تعداد خانوما را خانومش از پول بیت المال جمع میکنه و برش پول میده و جمع میکنه باز برش کف بزنه، امیر ریشه هست. مایی که از شکست شوروی تا این دم تا جنگ با توریسم تا ساختار نظام و حکومت در اینجا هستیم، ما به ریشه هستیم. یک خانوم خارجی میتونه با ریشه در کشور بوده باشه؟ چی میشه؟ ما بعد از اول جوزا آمدیم که حالا ما مشوره داریم، مشوره میکنیم، تصمیم جدی میگیریم. به دوستهای بین المللی ما پیام بسیار صریح و واضح خواهد دادیم که قانون کشور به مسخره گرفته نشه. نص قانون صراحت داره که ماده مشوره با کی؟ مشوره با تمام سیاسون، با تمام کاندیدها، با تمام شخصیت‌های ملی، با تمام آدمای صاحب پایگاه، با اینا ما مشوره میکنیم، با جامعه مدنی، با حقوق دانا مشوره میکنیم و چیزی رو ما بیرون میتیم. شما هم خطوط قرمز تعیین میکنید برای اول جوزا؟ خطوط قرمز هم تعیین فیصله میکنیم، سرش توافق میکنیم و توانایی هر کار، تظاهرات، حرکات های مدنی، نافرمانی مدنی و همیشه هم داریم. اما این شورا قبلا هم سر داده شده بود؟ قبلا سر داده شده، تظاهرات صورت گرفته، گردیمایا صورت گرفته. نتیجه؟ و نتیجه خب به حدی که امکان بوده نتیجه عملی شده. و یکی گو چی فرق بین حکومت بین مشوره و نداره و خیلی دیده درایانه حرکت میکنه، او چیزی است که باید ما در سقوط حکومت بالاخره باز اقدام اگر حکومت خیر نبود وقت. اگر حکومت دی مشوره و تعیین خطوط قرمز شما مشابه حرکت کرد، بس نتیجه چی خواهد؟ مشابه که او حرکت بکنه مثلا در برابر موجی از مردم ما، این توان اونا ندارن. اونا کل منطقشان باز رجوع میکنه به قوات های در صورت مقاومت شما سقوط میتین حکومت؟ ما میخواییم که یک وجه قانونی، یک توجیه قانونی درست به دست بیاریم بعد از اول جوزا با تایید مردم. بله، بعد از شما ببینید که نص قانون اساسی صراحت داره که وظیفه رئیس جمهوری، ولو که منتخب هم باشه یا خود منتخب هم خونست، وظیفه رئیس جمهوری منتخب بعد از اول جوزای سال پنجم ختم میشه. این دیگه توضیح و تفسیر کار نداره که عرض میکنم که استر محکمه یا کسای دیگه برای ما تفسیر بکنه یا آقای دانش یا خود رئیس جمهور بگه که ما عصم دوام میتیم. با قبل شما و با قبل اقتداد تحلیلگرا، آقای غنی در سه جبهه خلاف قانون میخوای خود ابقا کنه. افتتاح پارلمان برخلاف قانون اساسی افغانستان و در صورت عدم تکمیل چند ولایت در نصاب پارلمان که یک دستاویز شوه برای جرگه، جرگه که تحریم شد. شما صحبت های مرخصه که امیر میخواستم و ابقای رئیس جمهور. حالا شما میان اینجا میخواین مشوره بکنین با بزرگا و حداقل خطوط سرخ تعیین کنین برای بعد از اول جوزا که چی میشه؟ اگر رئیس جمهور برخلاف تصمیم شما مقاومت بکنه و تمسک بکنه به فیصله ستره محکمه افغانستان، در اصل شما چی میکنید؟ ما با دید دوستا و شریکای بین المللی یک مقدار تمکین میکنیم، اما قسمی که با قانون تمکین میدرسیم. تمکین به این میکنیم که به افغانستان اینا مصرف کردن، به افغانستان اینا حضور دارن، به افغانستان اینا پول میتن. همین روز 7 میلیارد دلار سالانه به قوای مسلح افغانستان نده، یک مبلغ قوای مسلح افغانستان نیست، از هم بپاشه. پس وقتی ما اینقدر محتاج هستیم با اینا هم تمکین بکنیم. ولی ما با اینا میفهمانیم که قانون اساسی افغانستان احترام شود، خاص مردم افغانستان احترام شود، خاص سیاسی ها سیاسون افغانستان، احزاب سیاسی قدرتمند و کاندیدا باید برش احترام شود.
عرض ما در چی است؟ رئیس جمهور تمام کارش از وقتی که به چوکی نشسته تا این هم غیر قانونی است. کدام کار قانونی است که ما بگویم که اینمیش یک کار خوب است، دیگهش غیر قانونی است؟ همش غیر قانونی است. ما تمکین به این کردیم که منافع ملی ما صدمه نبینه، کشور به بحران نروه، وگرنه تمام توانایی ها را ما داریم. ما از کدام جای دیگه نیومدیم؟ احتمال سقوط دادن حکومت هم هست. خب وقتی که قانون زیر پا شود، وقتی که تعصبات تباری به اوجش برسه، وقتی که نافرمانی ها به اوجش برسه، وقتی که به خواست مردم بر وفق مراد مردم لبیک گفتن نشود، وقتی که عذاب سیاسی توهین شود، وقتی که شخصیت های ملی توهین شود، ما وقت باز حق داریم با تمسک به قانون اساسی ما حکومت ساقط بتیم یا حکومت سرپرست باید بیاریم. استاد سیاف در صحبت های امروز خود گفت که با برخی از سرای مجاهدین و آقای عبدالله هم صحبت خواهد کرد تا حداقل در روزهای بعد جرگه بیاید و یک تصمیم همه شمول نسبت به تعیین خطوط سرخ در مذاکرات با طالبان شکل بگیرد. آیا در درون جرگه توانمندی اقناع احزاب مخالف کسایی که تحریم کردن وجود داره تا یک همسویی مشترک یا یک زبان مشترک بین سیاسیون از طریق جرگه که رئیس جمهور افتتاح کرد، رئیس چه تعیین کرد و جان داد تعیین کرد شکل خواهد گرفت یا نه؟ یک وقت فکر کنیم صبح. دوباره خوش آمدید. استاد سیاف، دوست خیلی خوب شما، رئیس جرگی مشورتی صلح، چقدر حضور از او میتونه رنگ و بوی حکومتی بودن را کم رنگ بسازه و بتونه برای مردمی شکل جلو بده؟ با استاد سیاف من سخت احترام دارم که از دوره جهاد دوستیم است. دست بهش نبودیم ولی دوستیم است. در شرایط سختم در کنار مردم افغانستان بودم، از این دیدگاه برش احترام دارم. اما یک لوی جرگه مشورتی که هیچ گونه سابقه قانونی و مردمی نداشته باشه. در قانون اساسی لوی جرگه ارکانش معلوم است که شورای ولسوالی وجود نداره، چون این لوی جرگه قانونی نیست. یک لوی جرگه عنعنوی یک اجماع ملی میخواه، یک اجماع سیاسی قبلا تفاهم میشه، بعد آجندا ترتیب میشه، با در این اجماع شریک میشه و بعد از او مراجعه میشه به مردم دعوت میشه. کی هم نشده دو. ای به اصطلاح روی جرگه مشورتی هم حداقل یک اجماع سیاسی صورت میگرفت که نشده. در لوی جرگه مشورتی مصلحتی که هرچی که نامش بانم تحریم شده، رئیس جمهور پیشین را تحریم کرده، همچنان که شما در صدر صحبتهایتان گفتین، رئیس شورای محترم شورای صلح و معاونش را تحریم کرده، تمام کاندیدای محترمی را تحریم کرده، تمام شخصیت های ملی و احزاب سیاسی ثبت شده و قدرتمند ایرا تحریم کرده. در اینطور یک جرگه فکر میکنم رفتن استاد سیاف مطابق شأنش نبود، باید نمیرفت، باید دیگه یاران سیاسی و یاران قدیمیش باید با تفاهم و یک زبان تفاهم مشترک میداشت بهتر بود. رفتن استاد او عظمت و محبوبیت را که در بین ملت و مردم و سیاسیون داشت یک کمکک خدشدار میشه و ملاحظه پیدا کرد. امیدوار استم که استاد جایگاه خود حالی هم بهتر است که حفظ بکنه، بدانه که استاد یک مستفید است، یک رهبر است، شیخ الحدیث است، یک دانشمند است. ایجا باید وسیله نمیشد. درست از استاد محدودیت هایی داره، از حکومت اگم کسایی را تعیین میکنه، حکومت امنیتش میگیره، حکومت اگم امکانات ها اختیارش میگذاره. این معذرت هایش من میدارم، درک میکنم، اما شخصیت استاد بالاتر از این امکانات امتیازات و چوکی اینا بود. در اینجا من فکر میکنم رفتن استاد هیچ گونه توجیه چی ندارم. ما این اینمال الحمدلله با اون محبت که مردم ما عزیزان ما با ما داره و آمدن و همیجا از ما مشوره کردن که ما بریم یا تریم کنیم، ما خواهش کردم که بریم. اینی میال اگر بخوایم هر کار در لوی جرگه میتونم، ما ببینیم که چی در خلاف میل مردم اینا میخواین عملی بکنن که در اونجا باز شما صدای مردم را میبینید که چقدر بلمه. وکیل صاحبای پارلمان، شخصیت های محترم، رئیس ها و اعضای محترم شورای ولایتی،
و متنفذین که از ولسوالی ها و قریه ها و ولایت ها و شهرها آمدن. پس عملا شما در جرگه هستید؟ مختلف. عملا شما در جرگه هستید؟ یعنی مردمی که اشتراک کرده ارتباط مستقیم یک بخش عظیمیش که ما داره و که دیگه سیاسیون داره. ما خواستیم که به عذاب سیاسی پس در این صورت نگرانی منطقی متحدین خود ما با متحدین خود عذاب سیاسی با لوی قندار با مرکز با غرب و ولایت های مختلف خیلی هم مردم ما امانگی بسیار دقیق و تنگ را تنگ دارن میتونن که صدای بسیار کلان بلند بکنن اگر خواستن اینا مخالف خواست مردم مخالف قانون چیزی را بخواین ارائه بکنن و یا تصویب بکنن با دو شما پس در این صورت جرگه حکومتی نیست حکومتی هست حکومتی به این است که یک گروپ کلان چکچک کننده را در اونجا بردن شما متوجه بشین که عام مردم کف نمیزنن اگر تلویزیون ایده باشین گروپ های خاص برای چک بردن در چهار طرف توظیف کردن چند صد نفر امنیتی ها را تنها بردن در داخل با لباس های ملکی داخل کردن که اینا هم مواظب باشن کسی را مخالفت کردن نمانن و پی پی ایس هم همچنان هر کسی که صدا بلند بکنه صدایش خاموش میکنن دو قسم خاموش میکنن یک در دور برایش هم کسی را که تنظیم کردن کف میزنن که صدای او در میان کف بلند نشه و کسی نشته دو از لوجرگه از سنه از سنون بیرونش میکنن اما اگر صدا عمومی شد باز اینا هم کاری کردن نمیتونن یک تعداد حکومتی ها هم بردن در اونجا که یک بخش کلان نظارت بکنه و هم برای رئیس جمهور کف بزنن شما ببینید که همیشه گفته شده بود که 2000 تا 2500 ما را قبول میکنیم حد اوسط بگیریم 34 ولایت 50 نفری آمده باشه البته خرد کم میشه ولایت کلان 60 70 80 نفر میشه اوسط میگیریم 50 نفر 34 ولایت میشه 1700 نفر سر از یم 800 نفر حکومت به میل خودش می آورد از هر اداره نهادهای دیگه 300 نفر از دیگر نهادها بگیریم جامعه مدنی و بخش های مختلف متخصصین دکترا دانشمندا دانشگاهی ها شخصیت های مختلف 500 باز حکومت به نفع خود آورده می تانست اما 3200 نفر ساخته با کی مشوره کرده 700 نفر دیگر هم سر 800 به اضافه از بالای 1200 نفر که حساب کنه 800 نفر بگیر 700 نفر دیگر هم اضافه برای به نفع خود آوردن همش امنیتی مامورین ارگ و کسایی که خودشان خواستن آوردن وارد لوجه ساختن سر از یام اگر چیزی را بخواین که برخلاف مردم برخلاف منافع ملی تصویب بکنن صدا بلند میشه یک تصویر میخوایم کم کلان کنیم اول که این جرگه شما پیشتر هم گفتین که قانونی نیست در قانون اساسی پیش بینی نشده و مشوره هایی که از دل جرگه برای جمهور میره الزامیت نداره فقط به اون یک مشوره است خیلی اهمیت هم نداره یک دوم دیگه دو حرکت دیگه ای که آقای غنی در تفسیر استر محکمه و پارلمان افغانستان برای انداخت حالا اگر بیایم گری بزنیم در یک تصویر کلان تا یک حد شما پیش رفتین با طالبان صحبت کردین در مسکو یا متحدی آمریکا تا یک حد آمد و زبان بیرون از حکومت را مانع روند صلح ساخت بالاخره در این آشفته بازار سیاست چی میشه بالاخره ما مسیری که میپیماییم کجا هست زمانی که لیست 250 نفری را حکومت آمده ساخت یا دولت آمده ساخت اگر اعلامی مرا دیده باشین من رد کردم ایره رد به ای کردم که ایره گفتم ای به صادقانه نیست فرمایشی هست وجودی که دولیس ما بودم 60-70 نفر از همکاران و یاران و هم فکر ما یک جای بودیم دولیس بودیم تو نبوده که ما تنها بودیم ولی فهمیدیم که خواسته ای لیسی هست ما از اونجا گفتم که اینا نشست دوها را به چالش میکشانه این نشست صورت نمیگیره که نگرفت و حالی هم کار اینا به ای است که پروسه صلح خراب کنن دوام خود مستقیم و غیر مستقیم خیلی زیرکانه دوام حکومت خود رقم بزنن ممکن است و این کار اینا میخواین بکنن این خواست اینا است یکی سر امکاناتش میاییم ما شما این خواست اینا است که میخواین اینا بکنن و این طرف ارتباط میگیره به مردم به نخبه ها به شخصیت های ملی به احزاب سیاسی نماینده های واقعی مردم به پارلمان شورای ولایتی اینا میتونن که یک تصمیمی کلانه بگیرن یک اجماع سیاسی را شکل بدن تا جلوی ای استبداد علنی را باید بگیرن ما پیشتر عرض کردم که هیچ کار اینا قانونی نیست تمام کارشان غیر قانونی است خلاف قانون است اما اینجا صحبت ها از قاعده های حقوق و قانون بیرون شده آقای نور همه چیز بر مبنای رویکرد سیاسی شکل میگیره نه حالا در این بازی که شما او را استبداد میدانین و حکومت او را به گونه گری میزنه با قانون مسیر به کدام سمت میره
آیا حکومت با قبل شما میتونه مانع صلح شوه و در کل بخواد خود را در متن بیاره؟ بله، یه میخواد. آمریکا یک ملاحظه داره. اون ملاحظهشان این است که یک دستور داشته باشند که انتخاباتشان پیشروی است به مخاطر بسیار مسئله بینانه پیش میرن. دیگر مسئلهشان این است که آقای غنی رئیس جمهور به رقیب دیگه با امریکا مبادل نشه که به اهانت دهندگان خود چی جواب داشته باشه امریکا. با خود بسیار احتیاط میکنند. وگرنه روش و حرکات آقای غنی در پنج سال که نه در اقتصاد دستاور داره نه در بازسازی دستاور داره، شما ببینید که افتتاحی که رئیس جمهور میکنه در ولایت که میره، سه سال پیش دو سال پیش قبل هم که افتتاح شده عمر افتتاح میکنه، او بعدش که واقعا افتتاح میشه ثمری از دوران آقای ریاست آقای کرزی، یعنی قبلا او سرمایه گذاری شده که اینا میرن او افتتاح میکنن. همش یک روش مکارانه و فریبکارانه است که میخواین برای مردم یک نوع کمپاین بکنن. در غیر او در اقتصاد هم ناکام است، در امنیت هم ناکام است، در تامین روابط اجتماعی و جمع کردن سیاسیون و اقوام مختلف برای ایجاد وحدت ملی هم ناکام است و برای مدیریت دستگاه دیپلماسی هم ناکام است، برای حفظ رابطه خوب با دنیا و همسایه هم ناکام است. شما ببینید که اینا یک از شعارهایی بود که ما پاکستان را منزوی کردیم. پاکستانی که چین میاد 40 چند میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه، شاهزاده سعودی میاد 30 چند میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه و به نشست و مذاکرات طالبان حرف اول میزنه. چین زواست. در سیاست بیرونی و داخلی خونه فاصله حکومت و مردم هم میده. در هر عرصه از امنیتی گرفته تا اقتصادی در تمامش رئیس جمهور و حکومت فعلی ما ناکام است. این ناکامی سبب شده که پالیسی و استراتژی امریکا را که در جنوب آسیا داشتن او هم ناکام بساز افغانستان. پس چطور ممکن است بگویم که اینا مورد تایید دنیای غرب و متحدین استراتژیک هستند؟ حالا از قاعده‌های اخلاقی و حقوقی اگر بیرون شویم، بیایم سر سیاست گپ بزنیم. آقای غنی یک سیاستمدار خوب است در این صورت که هم آمریکا را تمکین دهنده خود ساخته و هم جریان سیاسی را به گونه‌ای گوشه کرده و خودش با هیچ به قول شما میخواد خوب بازی کنه. دیکتاتورها در تاریخ دنیا دیده شده که تانسته حکومت کنه یک مدت، ولی چنان سرنگون شده که دیگه تاریخ از آن بنیکی نه تنها که تاریخ بنیکی یاد نکرده که نسل افتخاری از آن باقی نمانده. این سیاست نیست. سیاست مدار ولی در زمین کامیابی است که زندگی رفاه و آسایش برای مردم خود بار بیاره، وحدت ملی و آخرت تأمین بکنه، یک محبت به جای خشونت و جیغ زدن و رگ گردن پرندن یک صمیمیت فضایش ایجاد بکنه، رابط دیپلماتیکش با همسایه‌ها و کشورهای منطقه و دور و در کل جامعه جهانی بسیار خوب و بر وفق مراد مردم و خواست منافع ملی کشور ما بوده باشه، امنیت تامین کرده بوده باشه، اقتصاد رشد بده، تجارت رشد بده، از کشور توریدی با کشور تولیدی تبدیل شویم، از کشور مصرفی با کشور خودکفا تبدیل شویم. این دستور میتونه بوده باشه و یک سیاست مدار میتونه بگه که من کامیاب هستم. این سیاست مداری که تنها برای ابخای خودش برای چند صد میلیون دلار جمع کردن و انتقال دادن به خارج و دور زدن تمام وزارتخانه را گرفتن صلاحیت هایش، الان که میگه که من صلاحیت های وزارتخانه را بلند زیاد میکنم، صلاحیت ولایت بلند میبرم. شما ببینید که شما شاید اطلاع نداشته باشین، رتبه 8 یک ولایت هم در کابل زیر نظر رئیس جمهور باید بیاد داوطلبی شود. رتبه 8 که تا رتبه چند صلاحیت والی می باشه، تا رتبه 3 صلاحیت وزیر می بوده باشه. هیچ وزیر صلاحیت خود نداره، هیچ منابع و چشمای اقتصادی و عایداتی به اختیار خود وزارتخانه و ولایت نیست. شهرولی ها یا شهرداری ها که از دو زمان یاد بکنم در شهرهای بزرگ خودکفا بودن، اینا صلاحیت داشتن که بودجه خود را دو تقسیم میکردن، بخش عادی و بخش انکشافی تای مرایل میکردن و امضای ولی را میگرفتن از مرکز و فقط ارگان های مال امضایش را میگرفتن، صلاحیت داشتن خودشان مصرف میکردن. تمام عواید و بودجه شهرولی ها و شهرداری ها را انتقال دادن به مرکز در قبض رئیس جمهور است. منابع شما یادتی تمام وزارتخانه به دست و اختیار رئیس جمهور است. هیچ وزارت قرارداد مستقلانه کردن نمیتونه. شرکت هایی که 2000 4000 3000 کارمند و کارگر داشت که مستقیم غیر مستقیم هزاران فامیل امرار معیشت میکرد، غیر مستقیم بلک لیست شدن،
یعنی دسترسی به قراردادها ندارن. ما تمام موجود. تمام قراردادها باقی. اگر به بحث موضوع شون بس بخویم جمع کنیم. بحث موضوع می. حالا رئیس جمهور با تمام مشکلاتی که شما گفتید در حوزه قانون یک جرگه را برای انداخت. جرگه تصمیم میگیره و برای رئیس جمهور خط سرخ به قبل خودش تعیین میکنه که مبتنی بر قضاوت مردم در گفتگوهای سر تصمیم بگیره. قرار است بعد از جرگه باز یک لست ترتیب شوه و به اساس تاکید ایالات متحده آمریکا یک شورای به نام شورای مصالحه ترتیب شوه و در اون شورای مصالحه یک لست شاید طویل تر 300 نفری یا یک لست محدودتر از او برابر دوها برای نشست بعدی. چی خواهد شد بعد از این جرگه؟ چقدر ممکن است که جرگه بتانه زبان مشترک یا جبرگرایانه یا اقنامیز بین جریان سیاسی و حکومت ایجاد کنه و چقدر میتونه تاثیر منفی بر شورای مصالحه بعدی داشته باشه تا از دل از او یک لست بیرون شود برای نشست بعد؟ با احترام به کسانی که از ولایت آمدن، از آدرس های مختلف آمدن و بدون مهندسی شده البته مو که از طریق مردم آمدن، با احترام به این شخصیت ها که در جرگه اشتراک دارم و بهشان احترام دارم، این جرگه هیچ چیزش الزام آور نیست. رئیس جمهور ملزم به تطبیق شده نمیتونه، جنبه قانونی نداره، فقط یک جنبه اخلاقی. شما میدونید که موارد اخلاقی، جنبه اخلاقی اجرایی نمیداشته باشه. اجرایی نمی باشه. بس من در مورد شورای عالی شورای مثال است. آیا امکان ایجاد زبان مشترک در اوج بعد از این جرگه است؟ باید شوه. چیگونه؟ رئیس جمهور، جامعه مدنی، البته رئیس جمهور منظور حکومت، جامعه مدنی، احزاب سیاسی قدرتمند. به خاطر اینکه پیچیده تر بسازه با رئیس جمهور میگه که تمام اعضای احزاب سیاسی ثبت شده. ما با کلش احترام داریم. ولی با مذاکره تعداد محدود انگوش شمار با کار است. تعداد 20 30 40 نهایت 50 نفر میتونه که به توافق برسه. لیست 200 300 نفری میرن کنفرانس رو اشتراک میکنن، هر کس دیدگاه خود تشریفاتی ارائه میکنه و بس خلاص همه قیام میشه. اونجا تصمیم نهایی گرفته نمیشه. یک مجلس، یک نشست یا جلسه تصمیم گیرنده شدن نمیتونه. بیشتر با احزاب سیاسی، با شخصیت های ملی، با جامعه مدنی، با خانم ها و حکومت و بخش های دیگه که لازم است بشنن تصمیم بگیرن، یک تعداد محدودی را سرش توافق بکنن، با یک اجماع سیاسی واقعی برن در مذاکره بکنن یا امکان است که اما باید بکنیم. چقدر می باید قابل اگر قابل تنها به اختیار رژیم باشه، اگر تنها به اختیار رژیم باشه، همچنان که من در گذشته گفتم که اینا جز برنامه شان به چالش کشیدن پروسه صلح و دوام قدرتشان چیز دیگری نیست، پس در این صورت به اختیار اینا بوده باشه، پروسه صلح به چالش کشیده میشه، فرسایشی میشه، دوامدار میشه و نتیجه نمیده. پس در این صورت امکان ایجاد یک اجماع ملی برای رفتن مذاکرات وجود نداره و باید صورت بگیره. حالا این باید ما همه جمع میشیم و این تصمیم خود میگیریم. ما یک دست ارائه خود کردیم. ما امکان داره اگر نیاز بود با تفاهم بزرگان تیم ما و کاندیدای محترم دیگه، اعضای سیاسی دیگر، مشابه جرگه یک جرگه ما خود گرفتیم که در او حکومت نباشه. از حکومت دعوت میکنیم، حضور آوردن خوب که نوبت مربوط به خودشان است. حالا چیزایی را که از قرائن شما نشان میتینی است که آقای غنی به هیچ گونه نمیخواد که یک اجماع ایجاد شوه و بالاخره با عمر خود ادامه بده در حکومت. قدرت درشان مزه داده. یک کسی که فریاد میکشید که بعد از اول جوزا یک روز هم حکومت نمیکنم، حالا میگه که خودش داور میشه، میگه که من تا رئیس جمهوری جدید آمده رو من رئیس جمهور هستم، تو 5 سال دیگه هم انتخابات را نمیندازی پس میتونی که رئیس جمهور باشی. بانه ریده میگیرن، میگه تا زمانی که انتخابات میشه و رئیس جمهور نو معرفی میشه، رئیس جمهور باید دوام کنه. اینجا خب قانون صراحت داره، میگه که 2 ماه قبل رئیس جمهوری به حال 2 ماه قبل از ختم وظیفه‌اش انتخابات را بندازه، بعد تا زمانی که نتیجه انتخاب نهایی میشه باز یک انتقال قدرت بکنه. مرزمده ای است. کی مسئولیت داره؟ کی ملزم است که انتخابات را بندازه؟ ما را بندازیم یا رئیس جمهور؟ یک پرادوکس در ایجاد یک مسئولیت رئیس جمهور داره که انتخابات را بندازه. وقت عرض میکنم وقتی که رئیس جمهور انتخابات را ننداخته قابل سوال است. اینجا من یک روز از پارلمان جدید خواهش خواد کردم که لطف کنن که 2 سال سی یک دست شوند و کسایی که چنین کارا را پروسی ملی خطر داشتن باید به محکمه بکشن. یک پرادوکس در درون
قراین به اساس صحبت های شما نشان میده که در درون امکان ایجاد یک زبان مشترک به دلیل ادامه قدرت آقای غنی یا تمایلش به ادامه قدرت وجود نداره. حالا قبلا آقای کرزاییم گفته بود که اگر حکومت در مذاکرات بعدی هم به می گونه ادامه بده، اینا بدون حکومت میرن با طالبا صحبت خواهد کرد، در حالی که حکومت میگه صلاحیت اجرایی را در درون حکومت داره. چی چیز ممکن است در آینده اتفاق بیفته؟ آیا شما بدون حکومت میتونید این مسیر پیش برید یا نیاز دارین به حکومت؟ ما نهایت تشویق کردیم، در جلسه مسکو هم تشویق کردیم که حکومت من حیث یک نهاد غیر قابل انکار و قابل قبول باید در مذاکرات اشتراک بکنه، اشتراک داشته باشند. حالا ما تاکید به این داریم که با یک اجماع سیاسی حکومت هم نمایندهاش اشتراک بکنه. اگر نسل میخواد خمید گپ میز دیگه، و معلوم است که اینا نمیخوان، اینا نمیخوان. ما مذاکرات خود را دوام خواهد دادیم. جمعی که موازی باید پیش بریم که سرنوشت حکومت و اول جوازان باید تصمیم بگیریم. با طالبان؟ با طالبان هم گپ بزنیم، با جامعه جهانی و شرکای بین المللی افغانستان هم گپ بزنیم، و با سیاسی ها، سیاسیون، جامعه مدنی و خودانا، خانم ها، بخشای مختلف، اقشار مختلف کشور هم میشیم گپ بزنیم، یک تصمیم واحد خواهد گرفت. بس نهایی که اگر بخوایم رو جمع بکنیم، نو نگاه حکومت و نو نگاه شما با نو نگاه طالبان یک مقدار متفاوت است. شما پیشتر گفتین که جامعه بین المللی یا ایالات متحده آمریکا هم به گونه انعطاف نشان میده در مقابل افکار عامه آمریکا نسبت به جدال دوامدارش با رؤسای جمهور. حالا وضعیت به گونه ای است که یک نقطه امید یا یک نقطه ناامیدی میتونه بر مردم تبارز بکنه. شما یک شخصیت شناخته شده در حوزه جهاد هستین و طرفدارای خاص خودم دارین. اگر یک نقطه را مشخص کنین که چقدر فاصله بین رفتن به صلح و نظام سازی بعدی و بین اوضاع آشفته سیاست وجود داره، چی وقت میتونیم از این دل بحران بیرون شویم؟ هر زمانی که حکومت منطقی فکر کرد و سر هوش آمد، از خوابی که چشماش قدرت پرده کشیده بیدار شود. اینا را قدرت چنان مست ساخته که قدرت چشم اینا را پرده کشیده و واقعیت های جامعه را نمی بینند. ما بارها گفتیم که اینا به حد به استبدادی که پیش میرن، سرنوشت قذافی، دکتر نجیب، اینا را دوچار خواهد شدن. و یک گپ ما ساده نیست. آخرین تصویر، امکان ایجاد حکومت موقت فکر میکنین محسوس است یا راه دیگه در انعطاف حکومت احتمال تا زمانی که هی حکومت سر قدرت بوده باشد، طالبا مذاکرات مستقیم با حکومت نمیپذیره. یک، تا زمانی که اینا سر قدرت باشه، اینا چالش خلق میکنه، پروسه صلح نتیجه نمیده. دو، تا زمانی که اینا سر قدرت بوده باشه، اینا رشوه سیاسی میتن، از منبع قدرت و سیاست بیت المال، ثروت بیت المال استفاده میکنن، دور بر خود یکم خوش نگاه میکنن، که چوکی میتن، که پول میتن، کار نتیجه نمیتسه. تا زمانی که ناصر قدرت بوده باشن، بالاخره دیگر ها مجبور میشن که دست به اقدام شوند و کشور برای با بوران که بخیر نیست. و اینا سری حال باید بیاین، وقت قدرتشان ختم شده باید کنار برن، یک حکومت سرپرست یا حکومت موقت که راه را برای آمدن طالبا باز بکنن. تحریک طالبا منازی تسلیم شد با این حکومت نمیه. تحریک طالبا مثل که با این روشی که حکمتیار صاحب آمد، اینا نمیان. اینا به یک شکل عزتمندانه، آبرومندانه حاضر هستن که بیاین. یا حکومت موقت و سرپرست بوده باشه، ولو که در حکومت اینا اشتراک نکنن. بعد راه های بعدی باید باشه، یا انتخابات یا توافق یا اجماع ملی بر شکلی که بوده باشه که اینا آبرومندانه بیاین در قدرت شریک شن. این بهترین راه است. بسیار تشکر از گزارش. تشکر استاد محترم شما. تشکر. شما بیننده عزیز که دیدم بس مورد بال کردین. تا بعد.